محاسباتی این رو اون این فشار مورد نیاز در این نقطه تامین میکنن. اگه ما بخوایم پمپ دقیقاً بگذاریم، ما به این سیستم اختلال ایجاد میکنیم. بنابراین اداره آب منطقه، اداره آب شهری در هیچ کجای دنیا، نه صحبت از ایران نمی کنیم، در هیچ کجای دنیا اجازه پمپ گذاشتن مستقیما بر سر لوله آب ورودی ساختمون رو نمیدهد. میگن که شما این رو وارد یک مخزن اول بکنید و بعد از داخل مخزن هر چقدر که دلتون میخواد عملیات پمپ گذاری رو انجام بدید. خب ما اگر فرض کنم که من این واتر تانک من باشه، در واقع اگه این لول آب من باشه، لول آب داخل واتر تانک، این لوله آب که اینطوری وارد میشه، اول یک فلوتر ما بهش میگیم، بهش میگیم فلوتر یا شناور، یک شناور هست که در واقع لوله آب به این شناور وصل میشه. وقتی سطح آب میاد بالا، شناورم همراهش میاد بالا و در یک لولی به نام های لول در واقع باعث بسته شدن ورودی میشه. خب وقتی ما اینجا در واقع آب رو وارد واتر تانک کردیم، پس اولین جایی که ما وارد میشیم واتر تانک هست که این واتر تانک گفتیم بهترین حالتش استفاده از واتر تانک های آندرگراند هست که بعد داخلش رو واتر پروفینگ یا در واقع ایزوله میکنیم و در کنارش در واقع چی؟ در کنارش ما پامپ روم رو داریم. اگه این رو های لیول در نظر بگیریم، کنار این قسمت پامپ روم هست که در واقع پمپ اصلی ما، فرض میکنیم اگر این رو در نظر بگیریم، پمپ در واقع لوله آب وارد این کلکتور پمپ میشه و از اینجا تغذیه ما شروع میشه. پس اول چیکار میکنیم؟ اول آب شهر رو وارد مخزن آبش میکنیم، اینم واتر تانک از نوع آندرگراندش هم هست. پس اول ما آب شهر رو وارد مخزن آب میکنیم، واتر تانکش میکنیم، بعد از داخل در واقع مخزن آب میایم روی پمپ و این پمپ ها شروع میکنه آب رو به سمت بالا فرستادن. حالا در مورد این پمپ ها هم صحبت میکنیم. نکته مهم این هستش که recommended، اینی که من دارم بهتون میگم recommended یعنی پیشنهاد میشود، این بهترین هست که مخزن آب به دو قسمت تقسیم بشه، یعنی مخزن آب رو دو قسمتش بکنیم، دو پارتش بکنیم. و اگه مثلا پمپ ما اینجا هست، فرض میکنیم این پمپای ما هستن، از هر دوتا ما در واقع لوله میاریم به کلکتور وصل میکنیم. علتش هم این هست که و ورودی های جداگونه هم براش میذاریم. علتش این هست که اگر بعد از یک سال یا دو سال خواستیم مخزن رو تمیز بکنیم، اگر ما مخزن رو به دو قسمت تقسیم نکنیم، باعث میشه که در هنگام تمیز کردن مخزن ما مجبور بشیم تمام آب مخزن رو در یک مقطعی خارج بکنیم. ولی اگر مخزن رو به دو قسمت تقسیم بکنیم، اگر یک قسمت از اون رو که شیرفلکش رو میبندیم، اگر یک قسمت از اون رو ما خواستیم تمیز بکنیم یا تعمیراتی داخلش انجام بدیم یا واتر پروفینگش سوراخ شده یا هر اتفاقی داخل این افتاده، ما میتونیم شیرفلکش رو ببندیم، آبش رو تخلیه بکنیم و این قسمت و یک قسمت از این رو مورد تعمیرات انجام بدیم یا تمیز کردن و قسمت دومش
در واقع در حال کار کردن هست و ما به عنوان رزرو در واقع مخزن دیگری داریم. در واقع در حالت عادی هر دوی این تانک ها در مسیر قرار دارن و داره در واقع ازشون آب گرفته میشه و در زمان مینتیننس، در زمان تمیز کردن، کلینینگ، ما میتونیم یکی از این مخزن ها رو داشته باشیم، مخزن دیگر رو تحت مینتیننس یا تمیز کردن قرار بدیم. بنابراین خیلی مهم هست این نکته بهش دقت بکنیم. خب ما به این نتیجه رسیدیم که در واقع آب شهر اومد توی مخزن زمینی ما، از اینجا اومد روی سر پمپ. خب بعد از پمپ چه اتفاقی میفته؟ حالا ما به اینجا رسیدیم، الان فرض میکنیم که این لوله که من اینجا کشیدم، این لوله اینجاست. حالا چه اتفاقی از اینجا به بعد میفته؟ معمولا اگر ساختمون ما تا ساختمون 12-13-14-15 طبقه باشه، ما روی پشت بوم یک مخزن آب طراحی میکنیم. درست شد، روف واتر تانک، روف واتر تانک، یا مخزن آب هوایی، یا پشت بوم مخزن آب پشت بوم. مخزن آب پشت بوم ما چه میکنیم؟ معمولا در ساختمون های بلند مرتبه اینطور نیست که وقتی آب رو ما پمپ میکنیم در پمپ کردن این آب ازش مصرف بگیریم، اصلا اینجور نیست. در واقع پمپی که در داخل پمپ خونه ما قرار میگیره، ما اسمش رو میذاریم ترانسفر پمپ. این رو بهش میگیم ترانسفر پمپ یا پمپ انتقال آب. در واقع پمپی که اینجا هست آب رو پمپ میکنه به کجا؟ به مخزن روی پشت بوم ما. پس این مخزن، این پمپ که اسمش ترانسفر پمپ هست، پمپی است که آب رو از مخزن زمینی به مخزن روی پشت بوم انتقال میده. این مخزن روی پشت بام حالا